مزدور برنامه بلافاصله به فاصله های چند دقیقه ای آنها را به سکو دعوت می کرد تا با آنها در مورد این نمایش شکست خورده و آبرو باخته رژیم و مسخره به گفتگو بپردازد. بعد از یک توقف حدوداً 40 دقیقه‌ای راهی خیابان انقلاب از طریق خیابان کاخ شدم. وضعیت به حدی فضاحت بار بود که یک نفر از نانخوران یعنی جیرخاران با بلنگوی دستی از مردم میخواست و التماس میکرد که سعی کنند به طور فشرده و گروهی به سمت دانشگاه بروند. نه یک بار که مدام این خواسته را تکرار میکرد. به نزدیکی های دانشگاه که رسیدم متوجه شدم در فاصله 20 متری به تقاطع فروردین با انقلاب هم یک سکوی نصب دوربین گذاشتند تا بتوانند از آن بالا با شگردهای فیلم برداری مردمی را که هیچ ارتباطی با روز قدس نداشتند را به تصویر بکشند تا شاید بتوانند یک فیلم نیمچه آبرومند را برای ادیت کردن و اضافه کردن و برای پخش از سیمای پشم و شیشه اسلامی که مدت هاست رسانه ملی بر آن نهاده اند مهیا نمایند. ولی همه آنهایی که هر ایرانی که امروز در آن مناطق بودند و برای ارزیابی موضوع آمده بودند، حتی همان مزدوران و حقوق بگیران رژیم هم با تمام وجود و با تمام یاخته های تنشان دریافتند که روز قدس حکومت اسلامی امسال به واقع روز بیحیثیتی، بیشرفی، بیآبرویی و عدم مشروعیت رژیم خونخوار و اشغالگر اسلامی در نزد مردم و عناصر ریز و درشت خودشان بود. بدون اینکه بخواهم از مسیر انصاف خارج بشوم، باید بگویم که رژیم ددمنش و اشغالگر اسلامی با تمامی ترفندها و میلیونها دلار پولی که خرج کرد، امروز با یک شکست مفتزهانه روبرو گردید که شاید حتی فیلم آن را هم از سیمای کریه نظام اسلامیش پخش نکند، و اگر بکند بدانید من و چندین نفر آنجا نظارگر بودیم. دروغ است، ادیت است، اضافه است و حقیقی نیست. آنچه مسلم است این که تمامی کارگزاران رژیم به خوبی بر این امر واقفند که تهران امروز با احتساب حاشیه نشینان بالغ بر 15 میلیون نفر جمعیت در خود جای داده است و در چنین شرایطی رژیم ناچار می شود برای برگزاری یک مراسم به زعم خودشان جهانی شده، سیاهی لشکر مراسم را با اتوبوس از اینجا و آنجا بیاورد و با همه تبلیغاتی که انجام داده نتوانسته بود از یک شهر 15 میلیونی حتی 300,000 نفر آدمی را که با میل خودشان حاضر باشند به چنین مراسمی بیایند را به صحنه بیاورد. آیا این بدان معنا نیست که زمان خاک سپاری این رژیم صفاک و خونریز و جنایتکار، رهبران مافیایی، باندهای مافیایی و تمام کسانی که از آمران و عاملان، پایوران و سردمداران این رژیم هستند، آیا زمان خاک سپاری اینها فرا نرسیده است؟ ولی تا به چشم می آمد چاقوکشان، اراذل اوباش، نیروهای سرکوب و لباس شخصی بود که در همه جای تهران از اتوبان اشرفی اصفهانی بگیرید تا میدان صادقیه، از کریم خان زند گرفته تا میدان هفته تیر و نقاط دیگر شهر به صورت انبوه و در هم فشرده به چشم می آمدند. ترس و وحشت و دلهوره در صورت تک تک آنها احساس می شد، به چشم می آمد و هر جنبنده ای را زیر نظر داشتند تا مبادا از این نمادها که باید اسم آن را مهمترین شاخصه شکست رژیم تلقی نمود و از این لشکرکشی عظیم به وسیله شهرمند خبرنگاران که یکیشان هم خودم بودم گزارشی تصویری تهیه شود.
شاهد بودم در میدان ولی عصر ماموران انباشته شده در آن منطقه با هجوم به یک جوان که از شرق میدان مشغول عکس گرفتن از این نیروها بود بر سر او ریختن و اولین کاری که انجام شد این بود که یکی از عرازل و اوباش لباس شخصی که ظاهرا اطلاعاتی می نمود دوربین او را گرفت و با موتور گریخ. و ماموران گلادیاتور مانند انتظامی هم او را به این سو و آن سو کشاندند و من چون با وسیله نقلیه بودم نتوانستم بایستم تا نتیجه را دریابم. اما نتیجه مشخصی که می توان از همین برخورد دریافت این که این رژیم درمانده، رژیم مستعصل، رژیم بیمار و رو به احتضار چقدر هراسان و بی آینده شده است که حتی از گرفتن یک عکس توسط یک شهروند هراسناک است، که حتی از دوربین موبایل با فرض این که ممکن است عکس آن به عنوان یک سند رسوایی دیگر بر روی شاهراه جهانی ارتباطات قرار بگیرد به وحشت افتاده و اقدام به لشکرکشی و بگیر و ببند می نماید. امیدوارم آن گروه از کارگزاران ذوب شده در اندیشه های سیاه ولایت مطلقه که مورد اعتماد او قرار دارند و امروز در صحنه بوده اند و بار دیگر شاهد به صدا در آمدن ناقوس مرگ رژیم بودند بروند و حکایت را آنطور که بوده است را برای ایشان که در کاخ تار عنکبوتی چهارراه آذربایجان منتظر شنیدن اخبار مورد پسندش می باشد بگوید و از سردار رشید اسلام زرقامی بخواهد که بخشی از فیلم های حقیقی امروز را به نمایش درآورند تا دریابند که مرگ این نظام جنایتکار، که مرگ این نظام خونریز، که مرگ این نظام قرون وسطایی، که مرگ این نظام فاشیستی دینی مافیایی تروریستی و تروریست پرور در تمامیت و کلیتش با تمامی توپ و تشرها و بزن و بکشهایی که انجام داده است به حقیقت بسیار نزدیک است. در میان تدابیر شدید پلیسی، نظامی، انتظامی، امنیتی و تحت اسکورت نیروهای نظامی و امنیتی، حاکمان ایران یک نمایش سفارشی را به هم آوردند که سوژه اصلی آن به گونه ناگزیر میبایست از یک طرف در دست داشتن کنترل اوضاع توسط آنها را نشان میداد که مثل سگ از ملت ایران میترسند و از طرف دیگر عزم آنان را برای ادامه جنگ با جامعه به رخ میکشید. هزینه‌ای که خامنه‌ای ناچار بود برای برپایی این تظاهرات خیابانی روز قدس بپردازد حتی با یک حساب سرانگشتی هم محاسبه پذیر بود. بنابراین میتوان بنا را بر این گذاشت که او و سرداروغه‌هایش، عرازل و اوباشش، چاقوکش‌هایش، فاحش‌زاده‌هایش می‌دانستند که جست گرفتن کنار بشکه باروت بدون برخورداری از محافظت چند لایه و گاف صندوقی برای سلامت نظام چندان مفید هم نیست. تنگنای اصلی باند نظامی امنیتی اما تازه از این نقطه به بعد آغاز می‌شود، زیرا لشکرکشی خیابانی و هی کردن نفرات و تجهیزات فوق‌العاده این پیام ساده اما بسیار مسئله ساز را روانه می کند که حکومت همچنان در وضعیت فوق‌العاده از سال گذشته به سر می برد و همچنان در ترس و التهاب و دلهره و وحشت به سر می برد که نکند به ناگاه مردم به خیابانها بریزند و دستور کار جاری خود را فقط تحت تدابیر ویژه و اغلب از جنس جنگی میتواند پی بگیرد. ایران در یک حکومت نظامی کامل به سر میبرد. روی دیگر سکه توجه دادن ناخواسته به نیرویی است که این تدارکات و رفت آمد قشون از بیم و برای رویارویی احتمالی با آن انجام میشود، در حالی که تبلیغات رسمی از مؤثر بودن سرکوب در به شکست کشاندن و پراکندن فتنه سخن میگویند، رفتار حکومت در عمل نشان میدهد که او خود کمتر از هر کس دیگری به گزافه هایش، به دروغ هایش،
به حیله هایش باور و اعتماد دارد. وقتی فقیه، وقتی ولی فقیه و همدستانش ناچار، وقتی خامنه ای و همدستانش ناچار بودند این ریسک ها را به جان بخرند، زیرا توپ همچنان در زمین آنهاست. این آنها هستند که محکوم شده اند تا ثابت کنند قدرت را بدون آنکه با چالشی جدی و فوری روبرو باشد در اختیار دارد و با تمام وزن و با تمام وزن خود روی آن یل دادند.